به نظرم. ببین خب نگاه کن، الان اصلا ژورنالی هم هست که یه ابرود کوتاه‌تر از اون باشه، یکم دوم نداشته باشه. میگی چی میگم؟ بعدش هم شما خودت تا ابرو نداشتی. مشکل از خودت بود. حالا یه سونو بده، شاید یه کیسه چیزی داشته باش تا ابرو در نمیاد. وگرنه ما که کارمون رو بلدیم. بعدش هم یه چیز بیخود مد کردن که ابروها باید شبیه هم باشه. وگرنه من خودم شوهرم، من دکتره، میگه اصلا به لحاظ علمی بدن انسان قرینه نیست. گوش میدی؟ حالا دیگه شما ببین خداوند به اون عظمتش بدن و قرینه در نیاورده. پس شما از بنده خدا چه انتظاری داری ابروهاتو شبیه هم در بیاره؟ بیا تخمه بخور، قصه نخور، دو روز دنیا ابرو در میاد. خب ببین متاسفانه لول علمی مردم خیلی پایینه دیگه. همه که مثل ما دور و برشون چهار تا آدم حسابی نیست، ولی خب خدا رو شکر دور ما ریخته. یعنی شما سنگ بندازی تو فامیل ما یا میخوری تو سر سگ، یا شوهرم هم که دکتره. آره شوهرم هم یه پیج اینستا داره، همه سوالای پزشکی مردم رو جواب میده. سوالم داشتی ازش بپرس، دانشی اینام بود، اصلا خجالت نکشی ها، چون که عمم جوابشو همه رو میده، همه رو از شوهر عمم میپرسه، در قالب خودش مثال میزنه که زن دیگه نیاد تو دیده شوهرش. به هر حال دیده مرد و بعد محدودش رو باریک نگه داشت دیگه، اینطوری شوهرشون رو نگه میدارن. دیگه اون سری خونهشون بودیم، یه زنه شده که حرف زدن که من شوهرم اصلا آدم حسابم نمیکنه و نمیدونم تو هیچ کاری با من مشورت نمیکنه. انگار ننگا من آدم. سری جمشید خان این چوب بستنی پزشکیاشو در آورد و گفت که بیا گلوتو ببینم، دهنتو وا کن. عمم سری دویی دهنشو وا کرد، گفت که دهن زنتو ببینی، انگار دهنی آکله رو دیدی. بعد نگاه کرد و خوب تا ته حلق و نگاه کرد و خوب معاینه کرد و اینا، گفت نه بی خود میگه، کامل علائم آدم بودن رو داری، اصلا نگران نباش آدمی. ولی با زنها بهتره که مشورت نشه، چون به لحاظ علمی هورموناشون بالا پایین میشه و ثبات اخلاقی ندارن. ببین اینا دیگه همه میدونن خب که زن و هورمونش. میگی چی میگم؟ مامانم هر موقع که دارم حرف میزنم ببخش، اذیت که نمیشی، چون جا دست ندارم، اینجا راحت تره، فقط تکون نخور. من خودم مامانم همیشه وقتی دارم حرف میزنم بهم اشاره میکنه، اینجوری که میکنه یعنی که حواست باشه حرفت از رو هورمونت نباشه. به هر حال بالا پایین داره دیگه، اصلا دیگه ملکه ذهنم شده. دقت کنی خیلی خیلی کم صحبت میکنم که یه وقتی خدایی نکرده از رو هورمونم حرف نزنم زیر زیادی باشه. ماشاءالله مردم، ولی خیلی وادقت شدم، قشنگ علمی نگاه میکنم. من بارها شده خدا شاهده تو خیابون بودم، ماشینش دنبالم یارو راه افتاده، لای کشی و او چقدر راه افتاده و اومده پشت سرم، آخر سرم ماشینشو کوبونده پشت ماشینم تا پیاده شدم یه چیزی بهش بگم، یه دادی بزنم، گفته که هو باز هورمونت قاطی پاتی شده، سر ما خالی میکنی. یا همین همسایه روبرویمون مرده از تو بالکن آرشگاه دید میزنه، تا یه چیزی بهش میگم، میگه که باز لابات هورمونت بالا پایین شده، سر ما داری خالی میکنی. یه نامزد داشتم میزد گفتم چرا میزنی؟ میگفت که من چه میدونم، لابد هورمون تو بالا پایین شده، رو من اثر میذاره، روحیم خراب شده، میزنمه. یه نامزده دیگه داشتم به هزون نباشه، خیلی پسر دقیقی بود. ببین تمام جوانب رو میسنجید. یه بار تو خیام با یه دختر دیگه دیدمشو، عصبانی شدم زدم زیر گریه. دفعه گفت که اوه چندم ماه باز دوباره به هم ریختی، ببین چقدر دقت داره، میخواد حتما تاریخش هم بدونه که کی به من خیانت کرده، لابد تو تقویمش بنویسه دیگه. حالا یه پاچه پاره اومده اینجا ناخونکاره، اصلا به دلم نیست اوناهاش. بعد چند وقت پیشا دیدم نشسته اینجا، بغض کرده، رنگ و رو زرد، زشت. بهش گفتم که عزیزم مشتری میادی اینجا، باید دل به دلش بدی، چه میدونم دوتا سوال ازش بپرسی، تمام تایم کار باش صحبت بکنی، بپرس مثلا چه میدونم چند تا زاییده، شوهرش خوبه یا نه، تبعش گرمه یا نه، اگه گرم نیست جنسینگ میخوره یا نه، اگه جنسینگ میخوره اثر نداره، سرش جای گرم نیست، گوشیشو چک کرد، چه از این گفتگوهای معمولی دیگه. در اومد تورون گفت که
من تو پی ام اسم، الان حوصله ندارم، لطفاً درکم کنین. گفتم او تو پی ام سی که باش، من خودم عموم توی برنامه شبخیز میرخصه، دیگه قیافه نداره که. بهم گفت که تو نمیفهمی این حال، نمیدونم قبل از چیزه، همین چیز ما بهش میگیم زش نباشه. بعد بهم برخورد، رفتم پیش جمشید خان شوهر عمامو، گفتم جمشید خان پی ام اس چیه؟ عمام بعدش اومد گفت خجالت بکش بی حیا، من شوهر پزشک نکردم که بیای راست راست تو چشاش نگاه کنی از کثافت کاریاتون بپرسید که تو غلط کردی پی ام اس شدی، به قبر بابات خندیدی پی ام اس شدی، داداشه تو که ختنه نکردن اینقدر با افتخار از پی ام اس‌ت میگی. دیگه برگشتم پیش این دختره، همه اینا رو بهش گفتم، گفتم آیا ام آبرو جمع نکردیم که شما بردارین هرچی درونتونه رسوا کنید با اون صورت زرد بی حالتونه؟ درک نمیخواد که، حالا یه هفتم حالا از کمر نصف بشی درک میخواد؟ به خود الان دستام میلرزه دارم اینا رو تعریف میکنم، اینقدر اعصابم خورد شده. به قول جمشید خان یه جمله قشنگی گفت، ببین این بادی زن یا به اصطلاح همون شما میگید بدن زن همش درد سره. شما تصور بکن صورتش که اشعه پیری جذب میکنه، صداش که بی اختیاری میاره، چشاش هم که سگ داره، ایمن نیست، حالا پی ام اس سی هم اضافه شد، دیگه ترویج بی بند و باری. حالا کارتش رو بهت میدم شوهرم، اما ببین تلفنی ویزیت میکنه چون که تمام وقت داره توی کارخونه این چوب بستنی پزشکی‌ها تولید می‌کنن، تو اونا کار می‌کنه، دیگه فقط تلفنی می‌تونه جوابتون رو بده. بعد ببین عالی با این چوب بستنی‌ها کار می‌کنه، یعنی چون اینا لم داره دیگه، گذاشتنش تو دهن بیمار و اینا انقدر درست و به اندازه می‌ذاره دهن بیمار که ما دیگه بهش می‌گیم دکتر، دیگه خیلی کارشو خوب بلده، هر چی سوال داشتی بپرس. گلم ببین ابرواتو، چون که کلا شما از بیس و ژنتیک ابروات مشکل داشت و تاج ابرو نداشتی، من کلا با تیغ زدم، به نظرم عالی شده، خیلی بهت میاد، مبارکت باشه، ایشالا به شادی استفاده کنیم. وای چرا بی خودی گریه میکنی؟ با من میگم این هورمون زنا بی خودی یه هایی میریزه بیرون.